نفسی گرم و نرمی بهار نازنین ما را الهام تازه بخشیده که سراپا این دیدار را با رنگ و ریب دیگر پیش روی شما سازیم. در نگاهی او عشق بازی میکند، در سوزی هر نوایش صد رازها نهفته. جذاب است در هر یک نغمه، در هر یک سروده، در هر یک نواهنگ. ترانه های خورشیدی دارد، جوان است، دلی دریا دارد. شاید اسم این تاجیک بچه عاشق را دانستن میخواهید؟ نه، حالا شتاب نکنید. در این راه برای ما و شما گروهی زود عملی چهره کشا یاری میرساند. پیگیری ما باشد. سلام، بخش چهره کشا است پدی در اکران های شما. چهره نابتی ما سراینده. سراینده شنخته. محبوب. جوان و آتشین. استید کیست او؟ مویهای سیاه دارد و نگاهی جذاب. دخترها خوبتر فکر کنید، یک کوشش دیگر در اکثر برآمدهایش با دست اشاره میکند. 30 ساله است، فقط از عشق میسراید. خیلی بچه، همه حافظای ما از عشق میسرایند کو. بله، لحظه خیمه میزنیم در دیاری هوس و موکی آرزوهای جوانی ابد عاشق. ولی جان عزیزم، فرشته من چون این عنوان گرفته است نواهنگی در انتظار ولی جان عزیزم که این لحظه ها روی اکران هایتان بوری نخست پدید می آید. خب فرشته ها استقبالش می گیرید. شام بخیر به ولی جان عزیز. نه با گری پوتر. نه با آدم تورتانک. این نه خطو کردم زور رو. Дядь Вань, привет! Ого, ну привет! У меня тормоза барахлят, может посмотришь? Ну не могу, завтра, договорились? Остатки миг, минуя в жизнь. Ты моя страстная боль, сердце адреналин. Мой адреналин. Твоей быть хочу мечтой. Я отдаю всю любовь. Накроет волной, ведь только с тобой. Я всегда буду рядом. برای من همیشه عجیب است که حیات هنرمند از صبح تا شام چگونه سپری می شود. برای شما چی؟ به صفحه می زنیم یک روز هنرمند پسندیده امان را و یک روز خود را می بخشیم برای این نفر. ساعت 7 صبح ولجان آقای در تالار ورزشی همراه دوستان با اوبتاب دادنی بدن مشغول است. پس از چند لحظه او رو آقای در تالار تنیس انتظارند. ورزش رمزی سلیمی و زیبایی است و صحنه زیبایی را میپرستد، میگوید قهرمانی ما. البته برای بازینگر نوآموز با استاد ورزش سبقت ورزیدن چندان کاری سهل نیست، اما ولی جان از این رو افتاده نمیشود. بید یک جویا او را دستگیری میکنید. اکثر سندکاران، نجاتکاران همین شب زنده دار هستند، یعنی به قول حیات شبانه رو کسب کردن. ولی جان نیز در قیام روز از خوب بیدار می شود. تشکر. البته بعضی وقتها می شود که دیر، یعنی
خواب می رویم چون بعضی شب ها هست که ما با ثبت آواز می رویم با ضبط می رویم یعنی با یکی یعنی آماده کلیپ یعنی در شب سیام که می کنیم بنابار می گیریم البته شب زنده داری نیز بسیار است همین یعنی برای ما علاقه عادت شده است عادت ساعت 2-3 یعنی خواب می رویم باز ساعت 8-9 در می خیزیم اینک پس از چند لحظه رقیب نو به میدان می آید آها ولی جان خود را چون بازینگری ماهر وانمود می کند باید گفت که ولی جان هنوز از ایام مکتب خونی نسبت ورزش مایل و رغبت زیاد داشت. مادر او را همیشه در میدانچه نزدی حولیگیشون مشغول بازی فوتبال و یا اندرمان گوشتینگیری پیدا میکرد. گل دخترانی دیها باشند گردی پهلوانی نوراز پروانه میشدند. اما گلبانهای سنگستان را فقط با پهلوانی مفتون کردن آسان نبود. الو شاداب ساحل ها با قدری آبهای جاری می باید رسید امروز که روز خوش خواهد شد الو زبای محفل ها با قدری هر چراغی دوره می باید رسید امروز که روزه از شمالی حادثه خاموش خواهد شد که روزه از شمالی حادثه خاموش خواهد شد عمری روان روان است خواهیم یا نخواهیم روی گلی حوث ها شبنم بودن غنیمت میگوید شاید من هم میخوام این لحظه از بهار نورسی ولی جانمی از بهار سنگستان خوشمنظر این لحظه قصه ها بشنوم البته در خلاب احساس خود ولی جان البته بهار برای هر یک فرد برای هر یک انسان بسیار فصلی زیباترین است که این را همه انتظاری میکشند از خنکی به گرمی از یعنی از زمستان یعنی به بهار در دوره کودکی در دوره نورسی که من در زادگاه هم در ناحیه عینی در دهه سنگستان کلان شدم در زادگاه هم در دیاری سنگستانی زیبا منظر و ما در دیه حولی کنو داریم در این حولی کودکی ما بوری جون گذاشته است در نوروزی چنانه که این چیز ملی است گوشتینگیری بود گوشتینگیری میکردیم الاغ بود بس سومنک تیار کنی بود اون من نوروز بسیار یک برای من خیلی معقول است برنامه های نوروزی که در دوره نورسی یعنی تیار میکردیم بسیار برای من مقبول بود و سرچشمه صنعت من سرچشمه احساسات من نسبت به صنعت از یعنی از همون جاست از این رو ولی جان به دست روباب گرفت سرغوز دارهای روباب به پنجه هایش گوش نمی دادند ولی دستانی خونسارش را هیچگاه به مادر نشان نمی داد فرزندی کنجگی مثل شهزاده خانه دان همه به سخنهایش گوش می اندازند پدر به خانه هر گونه بازیچه و تحفه ها می آورد ماشینی از همه زیبا و کلان از آنی ولی جانی ارکای و چراگو یک مگر این از روی عدالت است می اندشید عبدالجلیل نورس بسیار بچه شوخ بود از کارکوی خونه سرکشی میکرد بسیار با موسیقی شب که حواظ داشت من در سیمای ولی جان نبرست یا کچه گویم باری نخست صنعتی و رو استعدادی رو که کشف کرده بود یعنی تقای من حفیظ بودن صنعتکار بودن در خونه شان اسباب های یعنی ملی داشتن تار روباب فرتپیانه داشتن سرچشمه مهر از همون جا پیدا شد و یکم سروده که من در دوره نورسی خوندم در مکتب یعنی در وقت لاگر سرودی استاد مرادبیگ نصری دینو در دلی شب ها دلم گل میزنم این سروده خواب نگیدیم بعد از خواه آغاز از سروده های مادر بود پدر بود موسیقی
در دلی شبها دلم گم میزنن، من تو را میخواهم و نازی تو را، در میانی چار دیواری خواهم. صوتهایو خیلی جالبند، خیلی با دلچسپند، برای شخصا برای من، برای دیگر هم البته به فکرم، لیکن برای من خیلی میپسندم سرودای ولی جون. خب با فخر نکنی نه ایجا شک برین برین من فیدای ناز بالی نیتیم، من گدای ناز شیری نیتیم. اولین سروده که من در دوره نورسی، یکمین سروده که من خوندم. گیری اما کن این ترانه زمان دویت عاشقان گردیده بود. محبوبه زهر بی‌وفایی چشیده زیر این آهنگ ستاره می شمرد و عاشقان چشم انتظار با خود و اندیشه های خود روز می گفتند. گیری اما کن عزیزکم، گیری اما کن عزیزکم، تقدیر ما بود تو همین بوسه آخرین ما با سخنانی با پسی. حتی آوازه اینیز بود که خرمانی ما این سرود رو برای عشق اولینش بخشیده است. من آن رو هنوز در باغچه خونده بودم. لازمی آید که بار دیگر خونی. بر من چه زخمی آتشین، گریه مکن بهار من، زگریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیز من، عزیز دیگر آشمی، عزیز دیگر آشمی، گریه مکن بهار من، زگریه چون خزان شوی. سیری مردم پوشیده به میگوید ولی جان، اما از مادی نظر تماشابین جلوه هنر هیچ چیز پنهان نمیموند. دیوونه مگر این حیرت آور نیست؟ شما گفتنی هستید که با من عاشق شده؟ اگر چنین باشد. سلام نگینه، مهرم را امزاده اجازه دادن که با شما شینه. باید گفت که محبتی نخستی نشرو ولی جان هنوز در دوره مکتب خونی بخورده و این مهر و بحری همیشگی چون گنج در خلوتگاه قلب خود نگاه می‌دارد. شاید برای تو نجیب است کی باشد این نازنین. گفته بودی که با تو هستم و با تو من میمونم، فقط تو بود با تو بودن و عشق تو میدونم، انتظارم و بقرارم و با تو من بهارم، من برای تو قصه های دل عاشق میخوانم، انتظارم و بقرارم و با تو من بهارم، من برای تو قصه های دل عاشق میخوانم. اول خطا تو کردی، با من نگاه نکردی، دلی مرا شکستی، رهی مرا ببستی. اول خطا تو کردی، با من نگاه نکردی، دلی مرا شکستی، رهی مرا ببستی. من عاشق تو هستم، عشق تو میپرستم، برای دیدن تو شب تا سحر نشستم. من عاشق تو هستم، عشق تو میپرستم، برای دیدن تو شب تا سحر نشستم. گفته بودی که با تو هستم و با تو من میمونم، من فقط تو و با تو بودن و عشق تو میدونم، انتظارم و بقرارم و با تو من بهارم، من برای تو قصه های دل عاشقی میخونم، انتظارم و بقرارم و با تو من بهارم، من برای تو قصه های دل عاشقی میخونم. ارزویم اکثر جوان دختران آن لحظه خاموش گردید که وقتی ولی جان جوان انا همون شیم و کستیوم دامادی ببر کرد و گام نهاد به سوی استانه ثبت اسناد
حالت شهروندی. کدام موه پایکر جای خود را برای یک عمری در دل و دیده های والدین پیدا کرد؟ بسیار سوالی عجیب. هم عجیب و هم قین. دشواره. تشکر. موه پایکر. خیلی اویلای من یعنی از دوره همون مکتبی میونه. عشق مکتبی هست. بله بله عشق مکتبی است و شکرانه میکنیم که حاضر یعنی اویلای نظرم برای مرد پیش از همه اویلای نظ مهم است. اویلای خوب مهم است. بسیار خیلی روزی هستم از اویلای خودم. خدا به شکر چهار فرزند دارم، چهار دوست رو یک دارم. بانوی خاندان چی نام دارن؟ مهینه بانو. آها مهینه. همه میشموست. بگوید که چگونه باره نخستن همون عرض دل کرده بودید با مهینه خان؟ ما با همراهی یعنی هم سبقان آمدیم به ورزشگاه. یه محل سه کس آمدیم، سه دختر رو برو شدیم، سه دختر از این طرف، سه بچه از این طرف. بعد دوستان کتی مسته کردیم همینه چخی گم زنیم چخی صحبت خیلی که دوره جوانی که خیلی در اونجا یک ساعتی کل آنی سودگی سوال آغاز کردن دخترای نازنین میبخشه ساعتتان چند؟ اون وقت تلفن نبود چی نبود. بعد دستش که نشان اون ساعت گفت. در یک مکتب میخونیم علاقه از رفتار ما معلوم بود که ما یا دیگر رو یعنی دوست میداریم. از عاشقی چی خواستی بگو با من براستی، دنیای ما همین است تو قهری و من آشتی. از عاشقی چی خواستی بگو با من براستی، دنیای ما همین است تو قهری و من آشتی. میخوام که با تو باشم از تو جدا نباشم، تو از منی من از تو تا وقت زنده باشم. شما چی زیر بارون ایستادید؟ تر شدید؟ من شوخی کردم. اکنون باور کرده؟ بله بابا خانم میگن که بوزن ازدواج کن که اگر اون مرد نبود رفیق بهترین تو میشد. هر اگه انسان باید باطن ظاهران ظاهران نگو میکنند. البته همه جهته هست، اولای من همه جهته منم میفهمد. البته در زندگی باید یادگار فهمی باشد. خیلی شکرانه میکنم که در زندگی ما همین یادگار فهمی پایدار است. پدری صنعتکار، پدری ستوره رو به گمانم فرزندان به نهایت پزمان میشوند، یعنی از دیدارش سیر نمیشوند، همین خیر؟ البته ما با کارهای ایجادی خود یعنی سفرهای هنری داریم، کنسرت ها داریم. البته پزمان هستن، این گپ شما درست است. و من البته همه وقت حرکت میکنم که بیشتر در پیشی اویلان باشم، در پیشی فرزندان باشم، در پیشی یعنی از احوال و از تربیه آنها بسیارتر بخبر باشم. اینک شناس می شویم. مدینه خان فرزندی کالونی، دستیاری مادر و نازبرداری دادر و خواهرکان. آنها این چمپیونی سکراتای جمهوری و اوید با مشزنی، سمیر جانی پنج ساله.
نسخه اصلی پدر. شدم از تو خماری منو از آن نگاهت، بیا مرا صدا کن، بیا مرا نگاه کن، آن نگاه چشمت غم قلبم تو دوا کن، بیا مرا صدا کن، بیا مرا نگاه کن، آن نگاه چشمت غم قلبم تو دوا کن. از طرف دستی روز باشد سمیه خونی دونو یک، او تا اول تن دادن نمیخواد که دیگر ارکچه پدر نیست. بلکه وقتی دو سو می شود که سوریه خورده کک جای او را در آغوش پدر تنگ کرده است. بسوی چشم و ابروی تو باشد اگر خورشه دنیا را فروزد، جهان افروزید روی تو باشد. برای چی در بسیار کلیپ ها با دستت همه وقت اشاره میکنی و چی منو باشد عادت از کجا موندگی اومدگی؟ مثلا گل بانو 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 بانو. خب پاسخ میدادی ظفر جان، برای چی شبویم در وقتی که صحنه میبروید با قاشات رو بازی میکنه؟ بیا مرا صدا کن، بیا مرا نگاه کن، با نگاه چشمت غم قلبم تو دوا کن. ولی جان بخشیش که این سوال رو پرسان میشم، در شب خوب خوراک میکشی؟ البته نه، انامین فیل رو ندارم، خوراک نمیکشم، باور کنید خوراک نمیکشم. میگن که با ستاره ها همه چیز بخشنده است، از همین عباره استفاده میکنه؟ تشکر، بسیار سوال عجیبی. البته ستاره شدن با همه چی بخشنده، البته ما هم انسان هستیم، ما هم قطار مردم هستیم. البته صنعتکار با خلق با مردم زنده است. من بسیار قاعده گوش کن هستم راستی. بیا مرا صدا کن، بیا مرا نگاه کن، با نگاه چشمت غم قلبم تو دوا کن. بیا مرا صدا کن، بیا مرا نگاه کن، با نگاه چشمت غم قلبم تو دوا کن. وقتی سرودی رو گوش میکنیم، دنیا رو با همه گیر و دارش فراموش میکنی و به دنیای دلی اوورید میشوی و احساس میکنی که این آواز آواز عشق است و چیسان گوش نواز و پر اجاز است و این صدای دلنشین در حکمت جهان معجزات اسرار عشق را برای کس باز میکند و انسان ها رو هوشدار میدهد که معنی زندگی است عشق، باید به قدر آن رسید. تمامی مردمی تاجیکستانی عزیزم، همه شما رو با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک میگم، مبارک میگم. بگذار همیشه نوروز برای مردمی تاجیک تاجیک زبان یک فتح و کشایش و سیر و پوری و برکت دارد. نشد روزه برای تو نگریم، نشد روز
برای تو نمیرم، نشد از قسمتی غم پیشه خود، با حسرت از گیره بانش بگیرم، نشد از قسمتی غم پیشه خود، با حسرت از گیره بانش بگیرم. نشد بار بزری پایارم، بی پاشم عطر گلهای بهاری، نشد بار نگویم خدایا، چرا با یاد او گردم خماری، نشد باره برایش گل بچینم، نشد باره رقیبم را ببینم. هر قصه رو پایان نیست گفتن، فرصت جلوه هنر نیست، طولانی نیست. این عبات دیدار راست آمده بود به حیات، فعالیت و هنر ولی جان عزیزف، آنه که آهنگ هوس به در و دیوارهای دل ما میزند. هفته آینده باز وا میخوریم سری سفره روز و البته با ستاره نوین. جلوه هنر بود مهمانی کاشانه های شما. خیر. نشود از قسمتی غم پیشه خود، با حسرت از گیره بانش بگیرم، نشود از قسمتی غم پیشه خود، با حسرت از گیره بانش بگیرم.